واکنش‌های ضد و نقیض مقام‌های ایرانی و آمریکایی در خصوص مذاکرات احیای برجام و حاله‌ای از ابهام از عاقبت این مذاکرات. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از عدم خوشبینی به عاقبت این مذاکرات می‌گوید. او به شبکه خبری MSNBC گفته در مجموع به چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران خیلی خوشبین نیست و زمان برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران بسیار کوتاه است. همچنین وقتی از بلینکن پرسیده شد که آیا سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی می‌داند، گفت آری، آنها تروریستی هستند. بلینکن روز گذشته با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در حاشیه نشستی در بروکسل هم دیدار کرد. چهار وزیر خارجه گفتند راه حل دیپلماتیک را بهترین گزینه موجود می‌دانند، اما با اشاره به احتمال بی‌فرجام ماندن برجام تأکید کردند که اگر لازم شد برای سناریوهای دیگر نیز آمادگی دارند. در آن سوی میدان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از پیشرفت در مذاکرات گفته. او در گفتگو با وزیر خارجه لهستان گفته با توجه به ابتکارات ایران پیشرفت‌های مهمی در مذاکرات حاصل شده، اما همچنان برخی موضوعات مهم بین ایران و آمریکا باقی مانده که از طریق مذاکره کننده اتحادیه اروپا تبادل پیام در مورد آنها ادامه دارد. با این وجود یک مقام ارشد آمریکایی گفته میانجیگران اتحادیه اروپا هنوز راه حلی برای اختلافات بین آمریکا و ایران بر سر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی پیدا نکردند. این ابهام و سردرگمی به طرف‌های دیگر هم سرایت کرده. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین هم با اشاره به سالگرد شروع مذاکرات احیای برجام در توییتی گفته یک سال پیش در چنین روزی مذاکرات وین درباره برجام آغاز شد، ولی حالا سوال این است که این مذاکرات چه زمانی به نتیجه می رسد؟ محمد غلام ابوالفضل، واشنگتن دی سی.